از وقتی که یادم هست مداد دستم بود و مداد رنگی دستم بود و سیاه کردن در و دیوار و اینور اونور و بعدم کاغذ ها و اینا علاقه داشتم به نقاشی. ابتدایی رو که تموم کردم علارغم اینکه جزو شاگردای خوب کلاس بودم ناچار شدم رها کنم و برم کار بکنم در دکه ها و در قهوه خونه ها و سبزی فروشی ها و اینور و اونور اینا که کمکی به تأمین معاش خانواده بشه، یعنی در واقع شش به بعد ترک تحصیل کردم. من کارخونه آینه‌سازی کار می‌کردم در دروازه غار. در اون کارخونه آینه‌سازی که کار می‌کردیم روبروش یه دکه خرازی بود. من از این دکه کتاب کرایه می‌کردم شبی یک ریال، به اون وقت یک قرام می‌گفتن. با این دوست شده بودیم، جوان بودم، سن سال خودم بود و می‌دید من علاقمند هستم، طراحی می‌کنم، نقاشی می‌کنم. گفت تو که اینقدر استعداد داری، علاقمند هستی، بیا ببرم یک کلاس درست حسابی و شروع کن به شکل اصولی و صحیح یاد بگیر. موافقت کردیم، برداشت منو برد میدان کاخ، میدان فلسطین فعلی، آتولوی آقای هوشنگ پیمان اونجا بود اون وقت. برد و معرفی کرد ما رو، شهریه یک باهره هم خود ایشون داد، من نداشتم، خود این دوست من داد و ما شروع کردیم از همون سال. دیپلمم رو من سال 43 یا 44 در رشته ادبیات گرفتم، اونم متفرقه خونده بودم شبانه. تمام علاقه هم عشقم این بود که برم وارد هنرهای زیبا بشم، دانشگاه برم. ولی خب اون وقت گفتن که سن من از 25 گذشته بنابرای ضوابط و مقررات اون زمان، و من گفته شد که سن من از 25 گذشته و دیگه نمیتونم وارد دانشگاه بشم. و یک سری مسائل دیگه هم جنبی که به وجود آمدن و ادامه داشتن باعث شد که تصمیم بگیرم برم شوروی که اونجا نقاشی بکنم، نقاشی یا برم دانشکده اونجا. و رفتم، نزدیک به بیشتر از 3 سال و نیم اونجا بودم و چون بدون اجازه رفت و بدون اجازه برگشته بودم اینجا، محکوم به 5 سال زندان شدم. در زندان سیاسی بودم از سال 47 تا 52، سالهایی که چریک ها اومدن، سالهایی که مبارزانگی اومدن، نهضت های جدید مبارزاتی به وجود آمدند و از نزدیک شاهدشون بودیم. طبیعتاً اینا تأثیر گذار بودند. قسمت اعظم اولین نمایشگاه من که در 54 برگزار شد بیشتر کارهای زندان بودن و حتی منتقدین منقدین تقسیم بندی کرده بودن کارها رو به منظره ها و کارهای اشتباهی، کارهای بند، اصطلاحاً کارهای زندان رو کارهای بند و بندیون میگفتن. این دارم باز مشخصه به این ترتیب تحت تأثیر زندان و اون سالهایی که اونور در شوروی بودم. بعد از اونم که دیگه باز به نظر خودم از لحاظ محتوایی همون رئالیسم من ادامه داره. به
تعریف من به تعبیر من هنرمند ریالیست نمیاد هر چی که هست عیناً جلوش نشون بده بازنمایی کنه، این ریالیسم اصلا نمیشه. خیلی در واقع شاید ناتورالیسم بتونیم تعریف کنیم. اتفاقا خیلی جاها واقعیات اشاره کردم اون این نیست که ما داریم میبینیم. ریالیسم واقعیات رو کشف میکنه، خیلی جاها اون واقعیات رو که دیده نمیشن نشون میده و این دیگه بستگی به خودش داره که راه شکل بیانش چه باشه، به چه شکلی بتونه بیان بکنه. برای مثال استکبار رو مثلا بریم تو عالم سیاست، استکبار همیشه چهره آراسته و تر و تمیز و اتکلون زده و خیلی قشنگ و جنتلمن اینا داره و واقعیت هم اینه. اگر شما آمدی اون واقعیات رو از ورای این ظاهر نشون دادی، اینجا کار ریالیستی کردی. به اعتبار محتوا داریم صحبت میکنیم، نه به اعتبار شکل. من معتقدم با هر شکلی ما میتونیم محتوامون رو برسونیم. یکی از منقدین نوشته بود که حبیب‌پور و هر دری زده و هر سبکی زده و اینا فلان در بین سبک سرگردونه. درسته، من اگه به قول ایشون از هر سبکی و هر جایی زده باشم، به هر سبکی زده باشم، سراغ هر چی رفته باشم، مغایرتی با همون تعریف خودم نداره که در رابطه با محتوای خودم دنبال فرم میگردم. درسته بعضی از آثار من ظاهراً به کوبیسم میزده، من یه نفتی دارم، یه تابلوی نفتی دارم. خب این رو اون وقتا با شکلی که برایش قائل شدم، نفتی قبل از انقلاب ها، نه بعدش. نفتی قبل از انقلاب خیلی خیلی فرق داشت با بعد از انقلاب. من اون داغون بودن و بیچارگی و شکستگی و فلان اینا رو دیدم، مثلا با سبکای کوبیستی خیلی قشنگتر میشه این رو نشون داد، اونجوری نشون دادم. خب اون مثلا باز اون کار به نظر من ریالیستی از لحاظ محتوایی ریالیستی حساب میشه، اما خب شکل کوبیستی داره. کما اینکه کار معروف گرنیکا پیکاسو از لحاظ محتوایی گرنیکا 100% یک کار ریالیستی است. من یه تابلوی سان دارم، داره سان میبینه، یه جنرالی داره سان میبینه. خب نه شکل آدم ها، نه زمینه، نه هیچ کدوم شکل طبیعی اینا ندارن و کار واقعا هم خب به یه کاریکاتور رنگی شباهت داره، ولی خب از لحاظ محتوایی این کار ریالیستی حساب میشه. من میخواستم اونجا میلیتاریسم رو نشون بدم. میلیتاریسم هم چهره خودش رو در نظامیگری جهانگشایانه نشون میده دیگه، اصلا به این علم اسم میلیتاریسمه. وقتی من این کار رو شروع کردم که به اصلا کاری نشون بدم که میلیتاریسم رو بخوام به قول خودم محکوم بکنم، اولین سوالش پیش اومد برای من، خب نظامیگری من کدوم نظامی کدوم کشور رو نشون بدم؟ نمیخوام نظامی هیچ کشوری باشه، نظامیگری رو میخوام نشون بدم، میلیتاریسم رو میخوام محکوم کنم. خب به ناچار شما باید راهی پیدا میکردی خود به خود. این فرم نه اینکه ناگهان آدم از اون اول تصمیم گرفت ناگهان به فکر اومده باشه، کم 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 میاد به فکر آدم. در سالهای 35 اون وقتی که شروع کرده بودم، رپین برای من ایدئال بود. آثار رپین اون وقتا هنوز اینقدر ما کلاس های نقاشی و اینقدر وسایل ارتباط در ارتباطی در زمینه هنر این چیزا رو نداشتیم، خیلی خیلی خلاصه بود. دسترسی ما بیشتر به همون باسمه هایی بود که بیشتر هم روسی بودن. اینها بیشترین خوشحالی من این بود که کارها شبیه همین کارهایی که اشاره کردم باشند. اما بعد از برگشتنم، بعد از آشناییم با هنر ریالیسم سوسیالیستی شوروی در سالهایی که اونجا بودم که بسیار هم تفاوت داشت با اون کارهای مورد علاقه من مثل رپینو یا سوریکوف و یا دیگران آیوازوفسکی و اینا، بعدها هم مدتی تلاش من این بود که یک جور کار کنم که شکل اونا نباشن، چون خود به خود سالها اونطوری کار کرده بودم، این بار عکسش تلاش میکردم که چجوری کار کنم اونطوری نباشند.
و مال خودم باشند. کارهایی دارم مال 30، 33، 40، 41، 23. من الان نگاه میکنم مایه تفریح منه، نقایصی که درش میبینم، چه در طرحش، چه در رنگش، چه در بسیاری چیزا، چه در اون حالتهای روانی که خواستم اون وقت بیان کنم به قول خودم و خیلی هم مؤثر بوده. حالا نگاه میکنم خب خندم میگیره. اون کارهایی به نظرم بهتر هستن که کمتر تکراری باشن، یه بیان جدیدتری، نوتری داره. یکی از کارهایی که مثلا خوشم آمده بود، خوشبخت ها بودن از لحاظ بیانی. تابلوی هست به نام خوشبخت ها، پدر و مادر بچه‌شون نشون میده در داخل یک کادر بسیار رنگین و ماسکایی جلوی چهره هاشون هست که این ماسکا خندانند. خارج از این کادر همه جا خاکستری و اون بخشی از بدن اینها که خارج از کادر آویزونه اسکلت گونه هستن که انگار از تناب دار آویزون هستن، یعنی واقعیت داخل کادر و واقعیت بیرون کادر. این جزء کارهایی است که هم از لحاظ محتوایی من رو راضی کرده، هم از لحاظ تطابقش با شکل. بازم چون دیگران، مخصوصا دیگرانی که نظرشون به هر حال برای من مهمه، نظر دادن، جزو کاری است که پسندیدنشون. کار پشت سریم رو که هنوز به نمایش نذاشتیم، پیدایش حیات اسمش هستش، این جزو کاری است که خوشم میاد، فعلا خوشم میاد. بعضی وقت به شوخی به اطرافیان، به دوست آشنا میگم یه زندگی کمه برای آدم. آدم اگه قصه نون نداشته باشه و یه سقف بالا سر اینا، واقعا اینقدر در زندگی چیزای زیبای یاد گرفتنی هست، یه زندگی خیلی خیلی کمه. تو یه زندگی آدم باید فقط نقاشی کنه، تو یکیش دنبال موسیقی بره، تو یکیش دنبال هنرپیشه‌ایت بره، تو یکیش دنبال نویسندگی بره، دنبال ریاضیات بره، فضانوردی بره، هر چی دنیا پر چیزهای زیبای آموختنی.